ما با طالبها بحث شروع کردیم روی چهار پرنسیپ یا موضوع گفتیم که در آینده نزدیک باید تفاهم صورت بگیره یکی خو مسئله تروریسم است که در اراضی که زیر کنترل طالب هاست از اوجا به ضد آمریکا به ضد همکارای آمریکا و به ضد هیچ کشوری باید از طرف گروپ های تروریست استفاده نشه و اونا همکاری کنند در او باره دوم مسئله موجود قوای امریکاست برای آینده سوم مسئله بحث بین افغان هاست که سر یک راه سیاسی یا ختمش سیاسی موافقه صورت بگیرد بین افغان ها یعنی حکومت افغانستان افغان های مطره دیگه به شمول خانم ها جوان ها و همچنان یک آتشبستی کلی و دائمی ما در دو موضوع در اول صحبت کردیم یکی موضوع تروریسم و دوم موضوع دو خروج است در این زمان سر از دو موضوع با حکومت افغانستان هم در بحث هستیم اینکه موضوع تروریسم در آینده افغانستان بعد از صلح چطور و موجودیت قوا چطور خوب گرچه مسئله آتش بس طالبان میگن وقتی مطرح میشه که بحث بین افغان ها شروع شوه اما ما کوشش داریم که پیشتر از او اول خواهد زودتر دوتر بحث بین الافغانی صورت بگیره دوم که تا پیشتر از او در کم شدن جنگ به یک تفاهم برسیم و روی از کار میکنیم بعضی افغانان نگرانی از این هستند که مبادا شما به حیث نماینده امریکا که وظیفه تان هم هست بیاینو نو راهی را برای خروج سربازهای آمریکایی از افغانستان مساعد بسازین و افغانستان را بگذارین به مشکل که مثلا ممکن است همه دستاوردهایی را که در 18 سال گذشته داشته به شمول مسائل حقوق زنها و شمول مسائل پیشرفت های اقتصادی و آزادی بیان و امثالش را نادیده بگیرین و فقط توجهتان برای خروج از آمریکایی امریکایی باشه این نگرانی ها در افغانستان وجود دارد پاسخ شما به این نگرانی ها چی است ما به مردم افغانستان و به کل مردم دیگه که متوجه افغانستان هستم و نگارانی درباره افغانستان دارن این خاطر جمعی رو که ما پشت یک موفقی برای خروج قوای امریکا نیستیم ما در جستجوی راه برای سال در افغانستان هستیم که او صلح راه را برای برآمدن قوای امریکا باز کنه یعنی ما صلح میخواهیم نه خروج ما که خروج یعنی ضرورت وجود قوای امریکا را در افغانستان کم کنه مشوره ما به افغان هست که کوشش کردن از رای زور که یک مفکوره را برای کل افغان ها بقبولانیم یا قبولانده شد یک تجربه ناکام بوده در افغانستان در دهه اشتاد ها کوشش کردن که مفکوره خود حاکم کنن ناکام بود دفره نواد دیدین که چی جنجال های آمد با جنگ های داخلی مجاهدین و باز سیستم طالبا هر سه از اینا ناکام بودن شما طرفدار از ای هست این هستین که انتخابات ریاست جمهوری آینده با وقتش برگزار شود؟ من طرفدار از این هستم که آمادگی برای انتخابات و آمادگی برای سال گرفته شود موازی در عین وقت من طرفدار از این هستم که موافقه خوب است که موقع بین طالب و افغانستان قبل از انتخابات صورت بگیره و هر پروگرام را که رویش موافقه میشه بین افغانها ها به شمول حکومت او موافقه نامه او پروگرام باید عملی شود شما احتمال خروج همه سربازهای های امریکایی از افغانستان یا سرباز های ناتو امریکایی از افغانستان بین سه تا پنج سال آینده بینین؟ اگر مسئله مشکل تروریزم نباشه از افغانستان اگر افغانستان به موجودیت قوای خارجی ضرورت نداشته باشه اگر افغانستان و حکومت آینده افغانستان طالبا و غیر ضرورت نداشته باشه و نخواهند که قوای خارجی جبانه چرا ممکن است که وقتی که شما گفتین قوای امریکا داره و دوستان ناتو دیگه نباشه در افغانستان دور از امکان نیست چقدر شما اطلاعات را با چی سرعت با آقای غنی و تیمش در میان میگذارین هنگام مذاکرات با طالبان ما خود ما پیش از هر ملاقات با طالب میایم اینجا و بعد از هر ملاقات با طالبا پس میایم بار غیر از نکردین و دلیلش بود که ما جناب رئیس صاحب تلفنی هم صحبت کردم اما روزی که من صحبت ما با طالبا هم دفعه که 16 روز گرفت تمام شد و چون بحثا دوامدار شد و بعد دو یک مجلس مهمه در واشنگتن سر روی مسئله افغانستان بود که مجرعی صحبه در جریان و مجبور شدم که برم به واشنگتن بدون که بتان می ما برای راوی گفت گفتگویی که با اونا داشتم که مسئله در کجاست برشان همچنان گفتم که 45 دقیقه بعد سفیر رو قماندان میان خدمتشان آقای باس و جنرال ملر و یعنی ما کوشش نهایی خود می ممکن بسیار کم چیز در تاریخ بوده باشه که کشور و سوی خبر قدرت اقدار متوجه و توجه بکنم با کشور دیگه ای که باش رابطش خوب است که و همیشه ما با جناب رئیس گفتیم که نمره تلفن ما دارن در خدمت هستم هر سوال یا موضوعی که مطرح میشد دکتر سب عبدالله محب بله. مشاور رئیس جمهور افغانستان در امور امنیت ملی در یک فهرست سیای ایالات متحده آمریکا قرار گرفته. شما در این سفرتان با اونا دیدار خاط داشتین یا به اساس مورف دیپلماتیک نخواد دیدین باش با. ما در این باره درباره آقای ما چیز نمیخوایم بگوییم امریکا فیصله خود کرده در و تنها امو کفایت میکنه از درباری چیزی که ما باید بگویم